خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با تأخیر 3 ساعت و 23 دقیقه به جای 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، ساعت 5 و 23 دقیقه با شما هستیم. و فقط گفتم چند دقیقه به شما بگم که همه چیز اوکی هست، نگران نباشید. اگر یه وقتی به فکر ما بودید، ما هستیم، نه ما هستیم شهرام همایون که شما برو پول بده، ما هستیم، ما هستیم که هستیم با شما باشیم، گهگاهی سلام و احوال پرسی کنیم و الی آخر. ببینیم دوستان احوال پرسیدن که آقا کجایی؟ جمعه در ایران تعطیله. اینجا که تعطیل نیست که. خب اب نداره، ما ایران رو هم با خودمون آوردیم اینجا. و اما اجازه بدید که من فیسبوک رو هم ببینم چه خبره. بهتون بگم که امروز بنده در جایی کار میکردم و کار به درازا کشید و مجبور شدیم که اونجا وایسیم و نرسیدیم به برنامه. و بله، آقای مانی خورسندی میگه امروز نشد برنامه شما را از فیسبوک بگیرم. چرا؟ برای که من نبودم آقا. گفت تا هستم ای رفیق، ندانی که کیستم، روزی سراغ برنامه من آیی که نیستم. هی میگیم بابا حمایت کنین، ما میاییم روزمون رو هر جا هستیم ول میکنیم میاییم، شما حمایت نمیکنیم. ما گفتیم خب بابا بریم برسیم به دنبال کار و زندگی و پول و نون و پنیر. و اما آقای پتیک یه چیزی برای من نوشته بود که من گفتم فردا در برنامه درباره‌اش صحبت میکنم. یکی دو تا از دوستان هم پیام هایی گذاشته بودن، یکیشو میتونم پیدا کنم پخش کنم، یکیشو نمیدونم که میتونم پیدا کنم یا نه. اول این پیام رو بشنویم. 747، نمیدونم ایریا کد کجاست، 747. خب اونایی که ترسو و بزدلن و شمارهشون نمیذارن و حرفایی که میزنن مزخرفه، به قول سعید گو آقا اینا آشغالن، آشغالو بنداز تو آشغالدونی. شما آشغالو که نمیاری جلو دوستات و فامیل و اینا بگی نگاه کنی آشغاله چه بوگندی میده، ولی اگه دیدی یه آدمی سرش به تنش میارزه، بوی عطر و بوی گل و بوی گلاب و شیرینی میاد، اون موقع به دوستان معرفیش کن. چشم، ببینیم این دوستمون چی گفته. بفرمایید آقای سوربی. سلام علیکم. من میخواستم این برنامه تلویزیون شما چجوری میشه به طور زنده گرفت؟ از طریق یوتیوب میشه گرفت یا کانال تلویزیونیه؟ چجوری شما مردمو که روی چیز میزنن روی گوگل میکنن میاد، ولی مشخص ولی برنامه مستقیم نیست که بشه تماشا کرد، بشه صحبت کرد، کامنت گذاشت اینا و اینا که میذارن چجور اینو دوتا هم بگیم میشه بگیم به ما چگونه است. من شماره هم هست. خیلی ممنون از لطف شما، شماره شونو دادن، ایشون باشون تماس میگیرم. برنامه ما دوست عزیز، ما روی ماهواره و ستلیت و اینها نیستیم و یکی دو تا باکس های چیز دیدم که میگن برنامه رو پخش میکنن. حقیقتش من نمیدونم، ما کپی رایت نذاشتیم، هر کی میخواد میتونه آزاد پخش کنه. ولی بهترین راه فیسبوک صفحه خودمون هست که اگه برنامه زنده باشیم اونجاست رو میبینید و مینویسیم و اینها. وبسایت مردم tv.com هست و یوتیوب کانال مردم تیوی. و معمولا مثل همین الان تابلوی که گذاشتیم اینجا، دوشنبه، چهارشنبه و این دوستمون نوشته آدینه، 2 بعد از ظهر. من هنوز عادت نکردم بگم آدینه، من میگم دوشنبه، چهارشنبه، جمعه. بعض وقتا به شوخی به دوستان میگم دوشنبه، چهارشنبه، شیشنبه. در هر صورت دوشنبه، جمعه، چهارشنبه، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک با شما هستیم. امروز هم متاسفانه دیر آمدیم، امیدوارم دوشنبه با شما باشیم. دوشنبه 2-3 تا برنامه فوق العاده هست، یکیش کانون آوا از ساعت 12 ظهر، این دوستان با ما هستن، 12 تا 2 با کانون آوا هستیم. بعد ساعت 2 میایم میشه سوربی با مردم، که در سوربی با مردم، برنامه سوربی با مردم، شما میتونید پیام بذارید، تکس بفرستید،
معمولا روی فیسبوک لایو هستیم، لایو چت کنیم و الی آخر. و بریم، این آقای پتیک عزیز یه چیزی نوشته، من چون گفتم فردا دربارش صحبت میکنم امروز بگم که اوزا چیست. حالا درباره چی بوده والا الان یادمم نمیاد، بذار ببینم. این هست برای این که پا نگیره. نه این اون دفعه نشون دادم، حالا ببینم گذاشتم. آقا پتیک اینجا یا هنوز در قسمت این باکس هست؟ بله، یه آقایی به نام شهرام دوست ما هست از مشهد اگه اشتباه نکنم، تبریک سال جدید رو گفتن. بذارید براتون بخونم. با سلام و درود فراوان خدمت سرور عزیزم جناب آقای پارسا سربی. آقا نکنید تو رو خدا اینقدر به هر کس و ناکسی سرور نگید. آقا دوست، خیلی هم ممنون که تازه میگی دوست عزیزم. این چی آقا خدمت سرور عزیزم جناب آقای پارسا سربی؟ این من یاد اون من مشتعل اشتعلیم چه کنم میچسبوندن به هم دیگه. نکنیم این تعارف ها رو بریزیم دور. تعارف هیچ چیزی به غیر از دروغ نیست، دروغی که چون عادت کردیم برامون معمولی شده. ابتدا سال نو رو از صمیم قلب شما تبریک عرض میکنم، سپس حادثه تلخ سیل که منجر به فوت 30 تن از هموطنان عزیز ما در شیراز رو به همه بازماندگان و به شما تسلیت عرض میکنم. خوشحال هستم که این افتخار مجدد نصیب این بنده شد تا برنامه های جذاب شما رو در سال 98 شمسی تماشا کنم. در خاتمه از شما خواهشی دارم که از آقای محمد، از آقای احمدعلی مسعود انصاری سرور عزیزم دعوت بکنید در برنامه شما حضور داشته باشند تا با بازگو کردن خاطرات گذشته‌ای که با خانواده سلطنتی قبل از فوت محمد رضا شاه و بعد از فوت محمد رضا شاه داشتن، هویت واقعی این رضا پهلوی رو فاش بکنه که با این بازی جدید ققنوس که تازه را انداخته اون فرشگرد که هیچ غلطی نتونستن بکنن و با این دکونهای جدیدی که باز کردن خوب پولی از این عربهای سعودی به جیب میزنن و یک جمع از جوانهای ایرانی را سر کار گذاشتن. ارادتمند همیشگی شما شهرام از ایران، از ایران سربلند، استان خراسان، رضوی، مشهد. اینجا نوشته از گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی ارسال شده. خب بذار من اینجا نتونستم پیدا کنم. ایران پابلیک میدینگ از نیدرلند، اینو گذاشته بودم که دربارش صحبت کنم که نشد، ولی این سند رو پیدا کنم اینجا. و دیشب برای پتیک من فرستادم، نه دیروز. نوشته بودم دیروز، دیشبم گرفتار بودم و بیرون بودم و برش نوشتم فردا. حالا ببینم اینجا چی میشه. پتیکم چون شد دوتا یا تکس میفرسته گاهی وقتا، یا بله من متوجه نمیشم که از تلفنشه یا از ایمیلشه. این یکی میست که از تلفنش نبوده، باید در ایمیل بگردم دنبالش. این باکس سند، ببخشید که یکم معطل میشین، ولی من چون قول دادم به ایشون که امروز با ایشون خواهم بود پاسخ میدم اون سوالاتشون رو، اجازه بدید که پیدا کنم. و بله این یکی به نام شرکتش هم ایمیلش هست، The CIA خمینی، اینو پیدا کردیم. برای ایشون نوشتم کابو جون سلام، همین الان رسیدم منزل، خیلی گرفتار بودم و فردا با شما صحبت میکنم. ایشون نوشته که برنامه را شنیدم، چندین مطلب. در دو برنامه اخیر اول برنامه نوشته ای میاد که قبل از خواندن شما ظاهر، قبل از خواندنش شما ظاهر میشی، لطفا چند ثانیه بیشتر بگذار تا قابل خواندن باشه. من چون بعدا نگاه میکنم میتونم توقفش کنم و بخونم، ولی اونایی که برنامه زنده رو نگاه میکنن، شما کاملا درست میگی، ما وقتی که
این رو پخش میکنیم باید وقت بذاریم که دوستان به اصطلاح یا بخوننش یا داشتیم یه چیزی با صدای خودم بود به جای اون پیانو، بذارید ببینم اگه باشه اونو براتون پخش کنم یه بار که هر کسی اینجا برنامه بذاره ما مسئول نخواهیم بود. گفت گر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود، بسپار هرچه داری به وقت برود. اینه نوشته ای که آقای پتیک میگه، اینه. حالا امروز من با صدای خودم که چند سال هم جوان تر بوده براتون این رو میخونم و بشنوید. تلویزیون مردم به آگاهی بینندگان و شنوندگان گرامی میرساند که این تلویزیون و مدیریت آن هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنچه مجریان و شرکت کنندگان در برنامه ها و صاحبان مشاغل و خدمات اظهار می کنند نداشته و تمامی مسئولیت صرفاً به عهده گوینده و اظهار کننده است. با سپاس از توجه شما به تلویزیون مردم. بله، اینو رسمه، بهش میگن دیسکلیمر یا همون سلب مسئولیت یه چیز یا سلب مسئولیت، سلب مسئولیت پایدانو یادم رفته، امروز خیلی بارون خوردم مغزم خیس شد. در هر صورت رفع مسئولیت، سلب مسئولیت، خدایا چی شد؟ پیر شدیم رفت تموم شد. در صورت این بود خلاصش، اینی که آقای مینویی اگه میاد صحبت میکنه، بنده مسئول نیستم اگه یه کسی بیاد اینجا بگه من یه قرصی ساختم شما اگه خوردی 20 سال جوانتر میشی، فلان چیستون نمیدونم فلان میشه، فلان چیتون بزرگ میشه، اون یکی کوچیک میشه، چشمتون اینجور میشه، گوشتون اونجور میشه. ما مسئول اینا نیستیم، من مسئول گفته های خودم هم، اونها مسئول گفته های خودشون هم. ولی ممنونم از پتیک که به این نکته توجه کرد و به من گفت. بعد میگه که شما اشاره کردید به 6 قاره و 5 دایره المپیک. بله، من اون روز گفتم که یک جوکی هست، میگن که شیطون، این آقای چمنارا گفت، گفت شیطون هر روزی میره به یک قاره و بهش گفتن خب ما 6 تا قاره بیشتر نداریم، روز هفتم کجا میری؟ میری استراحت میکنی؟ گفته نه، روز هفتم میرم حوزه علمیه قم تا از آخونده شیطنت های جدید رو یاد بگیرم. پتیک در این باره نوشته که اشاره به 6 قاره داشتی و 5 دایره المپیک، احتمالا قطب شمال و جنوب را یک حساب میکنه. گفتی اول پادگان و پشت پاسدارخانه زندان بود. منظورت بازداشتگاه است. کاملا درست میگی دوستم. زندان و بازداشتگاه فرق میکنه. همینجا توی هر اداره پلیسی جیل دارن، یعنی بازداشتگاه، و تا شد زندان میشه پریزن. فرق میکنه. آقای پتیک کاملا درست میگه، بازداشتگاه بود، زندان نبود. حالا دیگه زندان ارتش که من نمیدونم بوده نبوده نداشته، ولی اون پاسدارخونه و اونم بازداشتگاه بود. بله، میگه که در مورد شال و سرمای آلمان صحبت کردی، خوشبختانه در اون 21 ماهی که ما در کل بودیم چندان سرمایی ندیدیم، یک بار برف آمد که تا شب حل شد. جالب است که شجاع دین شفا را من هم همین القاب شما را بهش دادم و حتی نامه‌ای برای اون نوشتم. و این پتیک من باهاش خیلی وجوه مشترک دارم، هر وقت یه چیزی میگه میگم آقا منم اینجوریم، وقتی هم من یه چیزی میگم اون میگه آقا منم اینجوریم، خلاصه میترسم یه روزی دی ان ای چیز کنیم، کازینی باشیم و فامیلی باشیم و قوم خیشی باشیم. ایشون، من شجاع الدین شفا رو میگم، ایشون شجاع الدین که شجاع که نبود، هیچی، شفا دهندم نبود. و ایشون هم میگه من همینو باور دارم. میگه یک بار برش نامه ای نوشتم، چون آدرس نداشتم فکر میکنم به دفتر فرع ارسال کردم یا نفرستادم اصلا. بعد از صحبت عقل بشر ژاکت رفت تند، یا این برنامه خیلی دقت میکنه پتی. ما اون روز گفتیم این درها رو باز کردیم، هوای بهار بیاد و هوای خونه که توش هوای زمستونه عوض بشه. برنامه وقتی که اون دوستمون از خلیج فارس شروع کرد صحبت کردن یه کمی دیدم سرد شد، و یادتون باشه بهترین گرما همیشه 11 صبح تا 2 بعد از ظهره.
از 2 بعد از ظهر تا 5 و اینا میره به طرف سرما. خلاصه ما رفتیم یه ژاکت پوشیدیم، به قول معروف ایشون اینو هم گوش زد کرده. در مورد 13 بدر و این کشتار جمعی ایرانیان و صحبت آن آقا روی ویدیو با این اطلاعات تا حال کجا بوده؟ خب لابد به نظر میاد ایشون جوونه، تازه فرصت پیدا کرده صحبت کنه، ولی افراد دیگه‌ای تا حالا گفتن. نمیدونم پتیک شما بیننده ما بودید یا نه موقعی که آقای مصطفی، آقای ضیا مصطفی زاده اینجا برنامه داشت صحبت میکرد با آقای اجلالی با دوستان دیگه، چندین بار درباره این جشن پوریم و این کشتار ایرانیان و ماجرای حقیقی 13 بدر صحبت کردن. ولی میگم بهترینش اینه که میگن آقا خب تو خود کتابشون نوشته و افتخار میکنن بهش. و نتانیاهو اومد اینجا به اوباما گفت که ما با ایرانیا یه بار در افتادیم، کارو تموم نکردیم، این بار اگر کلامون رفت تو کلای هم کار رو تموم میکنیم. یکی از بپرسه چه کاری تموم نکردی؟ و اما یک گلایه کوچک، کاکو برنامه مال خودتو و صاحب اختیاری، ولی بعضی وقتا درباره ندانم کاری دوستان یا شعرها و صحبتایی که میکنن حرف میزنی، میگن میدونم ممکنه میخوای برنامه رو پر کنی، ولی خیلی از مطالب دیگه هست که میتونی با اونها پر کنی. از نوشته ساندویج پدر سوئیسی تا حق و حقوق و برو جلو تا معلم یزدی. ساندویج پدر سوئیسی یادم نیست، بگو ببینیم چی بوده تا دوشنبه در مورد صحبت کنیم. بعدم نوشتن پتیک. پتیک جان از شما ممنون و متشکرم، از دوستان دیگه هم ممنونم که هر کدوم به نوبه خود با ما هستند به نوعی. و اجازه بدید که دو نفر پیام گذاشتن، یکیش چون با اسم و شماره تلفن هست پیام رو پخش کنیم ببینیم چی میگن. احتمالاً آقای فرخ سپهرار هستن. بله ببینیم چی میگن ایشون. الو سلام پارسی جان، فرخ هستم. من از جور چک کردم برنامه نداشتی، امیدوارم اشکال از من باشه و انشالله که اتفاقی برای تو نیفتاده باشه. به هر حال اینو زنگ زدم اینو بگم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشه. من ممنونم از شما آقای فرخ خان عزیز. شما اون روز گفتی آقا نگو برنامه من اشکال داره، ما هم امروز به شوخی گفتیم بذار یکم با فرخ شوخی کنیم نیایم، بعد اگه وصل نشد بگیم آقا کامپیوترت و اینترنتت و اینها اشکال داشته. ولی حقیقت اینه، نه اشکالی نبود، من گیر افتادم سر کار و نتونستم به موقع برسم. به جای 2 بعد از ظهر 5:23 آمدم و خیلی هم خوشحالم که باز تونستم چند دقیقه اینجا باشم تا دوستان در ایام چیز، در ایام این دو سه روز آخر هفته هی به من تماس نگیرن و بگن که آقا چی شد کجا هستی و اینها. و این دوستمون هم فکر کنم از کالیفرنیا است. درود بر آقای سلوی، امیدوارم خوب و خوش و خورم باشی. زاهد هفلنگ هستم، مدتی بود از بی خبر بودم، امیدوارم هر جایی که هستی ایام به کامت باشه. زنگ دارم احوالی ازت پرسیده باشم که در دسترس نیستی، هر جایی که هستی بهترین ها با تو باشه، روز و روزگارت بکن، فعلا خدا نگهدار. خیلی ممنون دوستان. این آقای زاهد هفلنگ یکی دو برنامه در تلویزیون مردم داشتن، آدم بسیار جالبی هست، رفته جنگ جوون که بوده و بعدن اون ماجرایی که با یک عراقی وقتی که اینها دشمن بودن اونجا چه ماجرایی پیش اومده، همدیگر نکشتن و اینها، بعدن حالا در کانادا همدیگر پیدا کردن، کتابی هم نوشتن و حالا فرصتی بشه در آینده هم با ایشون باز صحبت خواهیم کرد. زاهد هفلنگ، میدونید این ماجرای هفلنگ و چارلنگ و اینها، این به اصطلاح ایلهای مختلف به اصطلاح موجود در ایران هست. و آقای زاهد هفلنگ اگر اسمش رو در گوگل
سرچ کنید یا دنبالش بگردید پیدا میکنید. از ایشون ممنونم. ضمناً اون روزم بهتون گفتم سه شنبه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک، 9 صبح به وقت کالیفرنیا با آقای حسین مختار زیبایی هستیم از لاس وگاس و این هم از این ماجرا. سیل در ایران از 70 کشته تا فرود هواپیمای کمک های آلمان. و اما این عکس رو بهتون نشون میدم. این میدونید که تو ایران جدیدن خیلی زیر گذر رو گذر درست کردن، حتی در شیراز ما میگن که جاده ها رو همین رودخانه خشک آمدن یه سری جاهاش رو برداشتن چیز کردن، به اصطلاح جاده استفاده کردن که به نظر میرسه کار درستی هم نیست و اینها. و ببینید بعضی جاها که زیر گذر هست الان چگونه آب گرفته و مثل یک کانال اونجا. نگاه کنید این عکس رو. بله، این آب و آشغالای خیابون و آشغالای چوب و اینها همه اومده اینجا. گفتن سازمان هواشناسی ایران روز جمعه اعلام کرد نوار غربی کشور در روزهای آینده شاهد بارش برف و باران خواهد بود. و میگه که این آقای بزو مال آمازون میگه طلاق 36 میلیارد دلاری جف بزوس کنترل خود بر آمازون را حفظ کرد. و اما این آقای آسانج ویکیلیکس آسانج طی ساعات یا روزهای آینده از سفارت اکوادور اخراج می شود. بنیانگذار ویکیلیکس که در سفارت اکوادور در لندن باقی مانده اعلام کرده است که نگران احتمال استرداد خود به آمریکاست. آقا نگرانی نداره، دوست شما در کاخ سفید آقای ترامپ هی به شما میگفت ویکیلیکس آی لاو ویکیلیکس فلان، بیا اینجا شما یه شغلی بهت میدن. و اما برلین دیگر بهشت اجاره نشین ها نیست. ما خواستار آن هستیم که شرکت هایی که بیش از 3000 آپارتمان در پایتخت دارن آنها را به سازمانی دولتی بفروشند. میدونید بعد از دیوار برلین پایین ریختن و خراب شدن اصلا سیستم آلمان به اصطلاح عوض شد. اون روز ما داشتیم صحبت میکردیم که ما اون وقتا که آلمان بودیم از کنار خیابون یخچال برمیداشتیم، تلویزیون برمیداشتیم، دوچرخه برمیداشتیم. آقای اکبری نوشت که آقا اون ممه رو لولو برد، از وقتی شرق و غرب یکی شدن اینجا از این خبرها نیست. و اما نامه تریسا می به رئیس شورای اروپا برای تعلیق برکسیت تا 30 ژوئن، این ماجرای خروج انگلستان از ایالات متحده اروپا دردسری شده که همون مثل ماجرای انقلاب ایران یک دیوانهی سنگی در چاه انداخته و هیچ عاقلی نمیتونه درش بیاره. اینا حالا به مشکل برخوردن. و اما عذرخواهی دولت بلژیک بابت اشتباهات خود در دوره استعمار آفریقا. اینا زبلن، یه عذرخواهی میکنن این به اصطلاح شکایت و اینا رو از سر و دور خودشون بر میدارن. دوستان عزیز، همون جوری که بهتون گفتم بنده معمولا 2 ساعت برنامه دارم، روزای جمعه هم آقای امیر حسین لادن با ما هستند که امروز ایشون هم برای من ایمیلی نفرستاده بودن، احتمالا ایشون هم کار داشتن نمیتونستن با ما باشن، ولی خود من یک جایی بودم و نتونستم بیام و آمدم. همین که ما گفت چی میگن، بالاخره شما نیستید که فقط دنبال ما میگردید، ما خودمون هم دوست داریم که با شما باشیم و دنبال شماها هستیم. اجازه بدید برنامه رو همینجا به پایان ببریم، یا یکی دو تای دیگه براتون بخونیم، یکی دو دقیقه دیگه بعدن بریم. یک ویدیویی هست که میگه CIA خمینی and secret of the Islamic revolution exposed with Margot White. یه ویدیویی نسبتاً
قدیمیه، ولی اینو آقای دکتر رضا سلامی فرستاده بود و برای چند تا از دوستان فرستادم، بذارید به شما هم نشون بدم، شاید شما هم بخواید برین ببینین این ویدیو رو. این هست، اجازه بدید اینجا یوتیوب. بله، این پسر آقای ستون هست فکر کنم که فیلمساز معروفیه، ولی پسر خیلی بیحاله، اصلا برنامهش دلچسب نیست. و این هم یه دلیل دیگه‌ای که اگه شما بابات شاه بود، دلیل نیست که شما شاه بشی، تازه اونم شاهی که شاهی بلد نبود، یا اگه بابای شما فیلمساز بود، دلیل نیست که شما فیلمساز خوبی بشی. و این بله، بذارید من اینو عوض کنم یک لحظه، بیایم اینجا یک لحظه، اجازه بدید بیاد اینجا برگرده. این اخ نمیذاره عوض کنید، ابنت این بنویسید توی گوگل The CIA Khomeini and Secret of the Islamic Revolution Exposed with Margaret White. این خانمه رو من قبلا دیده بودم، ولی کتابی که نوشته و اینها نشون میده از اون اوائل انقلاب ایشون با ایرانیا بوده و این جالبه. در صورت عکس این آقا رو میخواستم بهتون نشون بدم که حالا این سویچر ما عوض نمیکنه، اب نداره، جمعه است، اینم تنبل شده، ما هم میریم دیگه. و یک نوشته دیگه هم براتون بخونم، اینجا هوا به شدت سرد شده، این رو دوستمون آقای خزائی فرستاده. بله، حالا برگشت، حالا که ما میخواستیم اون بیاد، این اومد. بله، اینه اون فیلمی که بهتون میگم، ویدیویی که میگم، مصاحبه‌ای که میکنه این آقاست که بله، اینم این خانمیه که از قدیم با ایرانیا بوده، احتمالاً ایرانیایی که دانشجو بودن از اون آقای یزدی گرفته و اینا با اینا دوست بودن. و اینا میبینی قیافاشون بعضی وقتا مثل درویشا هست، نه آرایشی میکنن نه چیزی، خدا زیادشون کنه. بمانه، این هم از این ماجرا. اگر کسی خواست بگه من براش لینکشو بفرستم، یا خودتون در گوگل سرچ کنید. و بی بی سی رو هم بهتون نشون بدم که آقای خزائی لطف کرده فرستاده، نوشته آمریکا روادید دادستان دیوان بین المللی کیفری را لغو کرد. آمریکا از تحقیقات فاتو بینسوا درباره عملکرد سربازانش در افغانستان ناراضی است. من نمیفهمم روادید دادستان دیوان بین المللی کیفری، لابد این مال اهل یه جای دیگه است، یک ویزایی داشته آمریکا، اون ویزا رو قطع چیز کرده که این کار انجام نده. میگه خانم بن سودا از 2 سال پیش تحقیقاتش را درباره جنایت‌های جنگی احتمالی در افغانستان آغاز کرده است. این تحقیقات درباره عملکرد همه طرف‌های درگیر در جنگ است و شامل برخورد نظامیان آمریکایی با زندانیان نیز می‌شود. و 70 سالگی نیتو یا ناتو، پلیس جهانی یا ائتلافی برای امنیت اعضا و پلیس جهانی یا ارتش جهانی. قربانیان مین در ایران از کودکان تا کولبران. و اجازه بدید که همینجا ما دیگه از شما خداحافظی کنیم، ولی دوشنبه با شما هستیم با برنامه‌های پربار و دوستان خوب و مهربان. مواظب خودتون باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید، روز روزگار بر شما خوش.